هدی صابر نویسنده و فعال ملی مذهبی که در اعتراض به شهادت هاله صحابی اعتصاب قضا کرده بود به دنبال انتقال به بیمارستان درگذشت. در ارتباط با درگذشت این فعال سیاسی با فیروزه صابر خواهر هدی صابر مصاحبه ای انجام داده ایم که می شنوید. خانم فیروزه صابر واقعا تسلیت بهتون میگم. متشکرم. خیلی ممنون. شما کی مطلع شدین که آقای صابر فوت کردن؟ ما همین امروز صبح اینم تازه از خبر سایت آقای نوریزاد، در صورتی که از جمعه آوردنش بیمارستان مدرس دو دفعه در زندان اوین فکته کرده، دردش رو اعلام کرده، بعد از 5-6 ساعت رسوندنش به بیمارستان که خیلی دیر شده، تو این فاصله به ما اصلا نگفتن. دیگه چی بگم دیگه این نامردی ها، اینا رو من چی بگم؟ دلیل مرگ آقای صابر رو چی گفتن؟ میگن که ایست قلبی بوده. البته میدونین که اعتصاب قضا بوده و فشار اومده روش، دو دفعه حالت سکته بهش دست داده در زندان اوین و بهش توجه نکردن، بعد از 5-6 ساعت بودن بیمارستان که دیر شده. نه به خبر ندادن، طریق سایت ندیم ما بهشون زنگ بدیم. رئیسون اتفاقی دیروز اومده بودن بیمارستان که دیده بودن که گفتن یه دکتری گفته خدا صابر توی CCU تموم کرده و این نامرده هیچ کدوم به ما نگفته. خانم صابر، اعتصاب قضای آقای هدی صابر تر بوده، شما فکر میکنین چرا باید بعد از مدت کوتاهی ایشون فوت کنن؟ نمیدونم، به هر حال فشارهای روحی ناشی از آقای مهندس حاله بوده، شوکه که به حاله بوده. به هر حال اونام تو زندان هم، دستشون بسته، دستشون کوتاهه، شرایط خوبی ندارن و ما مثلا بیخبریم. ما آخرین باری که دیدیم دوشنبه یه هفته پیش تو ملاقات بود که اون موقع خوب بود نسبتا، ولی علم این که هدی قبلا خب یه فشارهای قلبی بهش وارد شده بوده قبلا تو زندان. خیلی ممنون خانم صابر، ما رو تو غم خودتون شریک بدونین. قربان شما، خیلی ممنونم.